بعد این پسرتون معذرت میخوام، همینی که میگه هندی میخونه شما رو اذیت نمیکنه؟ نه. این به دنیا اومده بود همین شکلی بود؟ چی شکلی بود؟ کجا از کجا این آخرین بچت به دنیا اومده بود چی شکلی بود؟ توپور شیطون. بعد دماغش چی؟ همینجوری بود؟ همینجور بود. جدی؟ آره. من میگم همه از دماغ شده. آقا رشتی هم بودم بازر بابردی. شمالی تیکه انداخت. ببین این یک بلایه، این یک بلایه. من تو برنامه زنده و سر به سر بودم. بعد نگید. به من میگه به شمالی میگه این بازار آورده. یعنی میگه ساختش اینطوریه. از کمپانی اینجوری اومدی بیرون. این دماغ. ببین تیکه داشته باش. شما شنیدم گلیاپوش خوب بازی میکنی. گلیاپوش خوب بازی میکنی. درسته؟ حتی شنیدم که سر مادر رفیق من حمیدم کلاه گذاشتی تو گلیاپوش بازی کردن. او من این کارو نمی‌کردم، شما رو نمی‌تونستم بزرگ کنم. آره. خب حالا همین کارو با ما بکن، ببین یه گلیاپوش من با شما بفهمم. حاج خانم این گل بازی کن ببینم، من کنار شما باشم بازی کن. بازی کن ببینم. من بازی بعد شما راحت باشی. شما نگاه نکن. خب اگر اونجا نگونم پوش کن گویم. خب بیا اینجا نمیدونم. خب نگاه نکن، من نگاه نمی کنم. سه دو گلیا پوش بین مادر رو معذرت میخوام. خواهش میکنم. هیچ ماش همه پسرتان و همه دختر شما هستن. چند دختری که دختر هستن؟ چرا چهار پنج دارید میشه؟ خب بفهمید بده من دیگه کجا قایم کردی دست تو؟ تو وایست دیگه مولد بده یک کلا برداری. خب اینه دوباره یک دیگه سه دو بازیکن سه دو واقعی گل یا پوششون خوبه؟ آره واقعی گل یا پوشش خیلی خوبه، ولی بعضی موقع نمیدونم حالا یه کارهایی میکنم میگن ببینم مامان جون این چه نگاه میکنی؟ مامان نکو ببینم کجا قایی گره. خب سه دو دسته بی اینجا قول میشه شمات برم اینه دیگه گلو ببینم اینه گلی خیت شده نه خیت شده خیت شده مادر این چه کاری میکنی جلو آنتن زنده گلو قایم کردی اون پشت گلو داری بیار ببینم خبور جان گلو تو هنر داشتی پیدا میکردی تو هنر داشتی گلو پیدا ببین اینه خب شما فهمیدی هاش خانم پسرتون خیلی هندی دوست داره بله شما ترکی بلدی صحبت کنی؟ بله ترکی بلد بی دامجی دانشگی نه؟ نه نه دانشگی خب دانشگی نه بیده ضرب مثل دیگه نه سنکی بیل میسه من نجور دانشگی من بیل میم؟ من سنن دانشگی هم که؟ آجا قبلت بیل میله من نجور که دانشگی من سنن دانشگی هم که؟ سر من نه دانشی هستم باشه دوش میله من بلد نیستم و واقعا ناراحتم که بلد نیستم میگم من دارم با شما ترکی صحبت میکنم میگه نه شما بلد نیستی داره به این خوبی حرف میزنی بابا من الان ترکی نه اون بلده خب من بیون نریسانی احت میشم این چوله سانی گوالا میشم سن نجور منم الان توتون گردو سن من احت میشن چوله من سانی من احتم چوله نه وقت سن احتم چوله میگه من تو رو انداختم بیرون میگه من تو رو انداختم بیرون چه دستمو گرفتی آوری تو حالا شما چی میگم دیگه میگم سنی که من آتم چلا وقتی سنگر نوسیدی هستن که مامان منو گلم نه یپش گل من گلیم آفرین میگه من وقتی شما رو میذارم بیرون شما دیگه حق نداری بگی مامان دست منو بگی بیا تو آره بعد خودت کاری کنی که من رات بدم ببین اینه مادرای قدیمی اینجوری بله. هم اینن مامان من خیلی جذبه داره ها کدوم غذا رو خیلی خوب میسوزنی شما؟ من غذا تا الان نسوزنم رشته این بگو بتر حالی بود میگه رشته میگه حالی دید اینگاه فکر میکنه شما با تو بجه نمیشی مامان جان 60 میلیون آدم نگاه کدن نیریدی چی چی گفتن نیریدی من نگاه کنم که حرفون خیلی قدر میداری میزنم خب من نسوزندم وقتی من بسوزونم خب غذا رو بسوزونم هیچ کسا نشون نمیدم که برای ما ایراد بگیره آها بعد قایمکی غذا رو درسته؟ درست خب ولی کلا عاشق تلفن همراه موبایلم بعد خانم از من تلفن میخواد البته شما از پسر آخر تلفن همراه میخواستین بله. شما برای چی تلفن از اون تلفنایی که عکس میداره میگیری و از اونا میخواد این به درد شما نمیخوره که هاش خانم نه وقتی که من میبینم که بچه ها من همه نه یکی تو همه اینجور اینجور میکنن اینجور اینجور میکنن من میگم خب یا به من بده این بزر منم نگاه کنم دیگه ببینم چی آخر حالی اون چی جوری میکنم بچه ها بگو چی جوری منم میگم که بس منم باید داشته باشم دیگه درسته نه بله بعد شما نمیتونید پیام بدی شما سواد نداری مادر یه مهمونی عکس ما رو تو فضای مجازی میفرستی آبریزی ما رو میبینی از اینجا تو الان اشتباه کردی جانم میذار
بعدت نیاد. نه مادر بگو قربونت برم. حقیقت داری میگم. بگو مادر. من رفتم یه دکونی بود. خب خدا ببخشید بیام روزه رزا. از آقا رضا می‌خواستی برداری؟ هره. آخه مادر آقا می‌بینی چیه؟ می‌خواستید این از این پیشرفته‌ها برداره. گفتم مادر این به درد شما نمی‌خوره چون سواد نداری. از این کوچیکا باید بگیری. یه دکمه قرمز و سبز فقط بلد بشی. نه نه داداش ببین نگاه کن. نه نه نگو دیگه. قشنگ اون چیز بود. اون برش نمیش نه بود سیر خانم بیا. ما یه موبایل بودیم دکون داشتش. گفتم که آقا رضا تا ما داروش نیاد من نفروشم. من نمی‌گیرم. گفتم برو نشونش بده بعدن گفتم اول از من بردارم برم بالا یه موقع نه نگی من دست دادم من بلد نیستم اینا بگم تو بردم اینا گفتم که داروش یان اومد گفتم داروش ببین نگاه کن من موبایل خریدم از آقا رضا گفت نه نه مامان نه نه گفت چند خریده بودم بابا 50 تومن موقع 50 تومن بود دست دومش نه نه من کنو نبود ماما 50 تومانی نداری کار کرده بوده قدیم بود ماما تازه در اومده بود ماما بس نکن 50 تومانی نداری نه نه بس نکن بس یکی ما رو سوار کنه بابا به حضرت عباس 50 تومانی نداریم این بلد نیست دو بهت میخواسته بده قرم بلد نیست نه نه این بلد نیست خانم من یه موبایل بر تو بخرم یه موبایل از این آقای دست دادن نکنه خیلی ممنون با ننه بنده چی کار داریم یه شماره موبایلت هم به من ننه بنده بده نه آقا من نوکرتم نگفتم آقای شما خور بذارم خب من یه لحظه چیزی بگم من شما حساسی من معذرت میخوام چون میدونم حساسی فقط بیار پایین چادر مرا آقا قربون چشمات برم میخوام شما هم هندی بخونی من هندی بخونم آره نه برای مادر خب خانم شما پسرتون گفتین هندی میخونه میخواد برات بخونه آره دیگه بخون دیگه جادو دلی نظر آه ببین چقدر قشنگ میکنی خیلی خوشبو تیرا بدن آفر تو هاگر یا ناگر تو هاگر یا ناگر یعنی چی؟ چه بخوای چه نخوای عاشقتم تو مال منی منم مال تو به 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 این بابا داریوش فرزه این یک کلمه را اشتباه گفت چرا اشتباه گفت؟ میدونی چرا؟ گفته ما اون دختر را که میخوام برای اون میخوند به منم گفت خب باش ماما تو چرا داری حاشیه درست میکنی؟ آره این قربت برم بیا با آقا ما باید میری کار داریم ماما جان آره خدا حفظه کنیم ماما جان اون بیرون دارن قضا میده آره ماما میخوایم رو نمایی کنیم بیا بوسی دیگه نه دیگه بوس میدم که قشنگ بخونه قربون شما بوس میده که آبه آهنگای مادرانه بخونی با شما خدافظی کنیم آره حتما این کارو بکن چون من دیگه چشم. فکر میکنم هم خود ممنون کار میشه هم من شما اگه صحبت پایانی خیلی متشکرم هر چی که بگه برای من عزیزه تاج سر منه دوستش دارم مامانو سایه‌شون رو سر هممون ما زندگیمون کاملا زندگی عاشقانه هست با همه افتخار دستش هم میبوسم و اینم به شما بگم هر آنچه که امشب گفته شد فقط به خاطر شادی شما و خنده‌ای که رو لب شما بیاد بنده جسارت نمی کنم دست مادر رو میبوسم سرش هم میبوسم امشب من با تو من کار دارم دوستتون دارم همه تون به خود خیلی متشکرم سپاسگزار متشکر از شما میخوایم رونمایی کنیم از یک کار جدید با صدای بهروز صفاریان عزیز بهروز صفاریان قطعاً یکی از بهترین تنظیم کننده های سرزمینمونه و خاطره انقدر برامون ساخته با آهنگ ها و تنظیم های فوق‌العاده‌اش در سال های مختلف که بر ما گذشته در زندگی ما حداقل ما جوان‌ترا بهروز صفاریان یه نقش خیلی مهم می‌داره با آهنگ های خاطره انگیزی که برامون ساخته ممنونم بهروز جان به خاطر این هدیه‌ای که به برنامه فرمول یک دادی و برای مردم ساختی احمد امیر خلیلی ترانش رو نوشته احمد که شناخته شده است درجه یک خوش قلم و خوش فکر و نمره یک بهروز بازم متشکر احمد متشکر بریم این کار رو ببینیم و بشنویم و لذت ببریم هدیارم من به عمو پورنگ و مادر بزرگوار خاطر همه حرفای قشنگی زدی بهت هدیه میدن بله این هدیه از طرف ستاره یک هست بله دست شما درد نکنه قربون شما برم قربون شما فداتون بشم انشالله هر حاجیتی میخواین انشالله ما که دوتاش سهیتیم درسته بله 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 بله, بله. انشالله اون حاجیت که آقایان که الان اینجا هستم من نمیشتازم انشالله هر حاجیتی میخواین این شما هم پسر منی قربون هر حاجیتی میخواین از حضرت فاطمه زهرا بگیرین انشالله انشالله خیلی ممنونم محبت کردین اومدین دست شما رو موسم مادر سپاسگزارم بریم بیاین